نامه دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از سوی بیش از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا. پذیرفتن مالکی در کاخ سفید یک سابقه بسیار اسفناک در تاریخ دموکراسی آمریکا و یک لکه تاریخ در میراث حکومت 8 ساله شما خواهد بود. مالکی این دیکتاتور خوناشام را که متاسفانه با کمک دولت آمریکا بر سر کار آمده است مهار کنید و اجازه ندهید به جنایات بیشتر دست بزند که به اسم دولت آمریکا و شخص شما تمام خواهد شد. اجازه ندهید مالکی از سفر به ایالات متحده و ملاقات با شما به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و جنایت علیه ساکنان لیبرتی، یعنی 3000 پناهنده سیاسی که در ضمن تحت پوشش کنوانسیون 4 ژنو هستند سوء استفاده کند. آقای باراک اوباما، سفر نوری مالکی دیکتاتور عراق جدید به آمریکا و پذیرفتن او در کاخ سفید یک سابقه بسیار اسفناک در تاریخ دموکراسی آمریکا و یک لکه تاریخ در میراث حکومت 8 ساله شما خواهد بود. شما در شرایطی مالکی را میپذیرید که 20 روز قبل از آن، همزمان با روز جهانی علیه حکم اعدام، 42 زندانی سیاسی را اعدام کرد. به گزارش سازمان ملل، عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، شمار اعدام ها از سال 2009 به این سو مستمرن رو به افزایش بوده و در دهه ماه اول سال 2013 حدود 150 زندانی اعدام شدند. این فقط با کارنامه نقض حقوق بشر اربابان او در تهران قابل مقایسه است. شما در حالی مالکی را میپذیرید که او قاتل 127 مخالف ایرانی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران است که دولت شما مستقیما در قبال حفاظت آنها مسئولیت داشته است. از زمانی که شما زمام امور را به دست گرفته اید و حفاظت ساکنان اشرف را به دولت عراق تحویل دادید، 112 نفر از آنها توسط نیروهای تحت امر مالکی کشته و 1200 تن مجروح شدند و 15 نفر در اثر محاصره پزشکی زجرکش شدند. آخرین آنها قتل عام و اعدام جمعی 52 تن از اعضای مجاهدین خلق در اشرف با دستان بسته بوده است. هرچند برخی مقامات در دولت شما تلاش کنند که مالکی و دولت عراق در این جنایت نقشی نداشتند، اما حقیقت قابل پوشاندن نخواهد بود و هر محکمه بیطرفی بر نقش مالکی و نیروهای تحت امرش صحه خواهد گذاشت. دلایل قوی تر از آن است که با اطلاعیه‌های این سخنگو و یا آن مقام بشود بر آن سرپوش گذاشت. شما در حالی با مالکی ملاقات می کنید که 7 تن از ساکنان اشرف توسط نیروهای مالکی به گروگان گرفته شده و تحت نظر شخص او از این زندان به آن زندان منتقل می شوند تا کسی از وجود آنها مطلع نشود. حتما با من موافقید که پدران ایالات متحده همچون توماس جفرسون و آزادی خواهانی مانند آبراهام لینکلن و بزرگانی مانند مارتین لوترکینگ که شما به پیروی از او افتخار می کنید هرگز حاضر نبودند با چنین تبهکارانی گفتگو کنند. آقای رئیس جمهور، به عنوان نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که 4000 قانونگذار را در 2 سوی آتلانتیک نمایندگی می کند، از شما می خواهم به نشانه وفاداری به دموکراسی و حقوق بشر از ملاقات با مالکی تا وقتی که دست کم 7 گروگان اشرفی را آزاد نکرده است خودداری کنید. اجازه ندهید او از سفر به ایالات متحده و ملاقات با شما به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و کشتار بقیه ساکنان لیبرتی، یعنی 3000 پناهنده سیاسی که در ضمن تحت پوشش کنوانسیون 4 ژنو هستند سوء استفاده کند. مالکی بعد از بازگشت از واشنگتن و ملاقات با شما در ژوئیه 2009 بلافاصله به کشتار اول در اشرف روی آورد. همزمان با سفر وزیر دفاع شما به بغداد در آوریل 2011 به قتل عام دوم در اشرف مبادرت کرد.
پس از بازگشت از واشنگتن و ملاقات با شما در دسامبر 2011 اعدام‌ها در عراق را گسترش داد و به تصفیه جناح‌های سیاسی داخل عراق شدت بخشید. بدون تردید اگر در این سفر نیز مورد لطف شما قرار گیرد، پناهندگان ایرانی در عراق و مردم محروم و ستمدیده عراق قیمت آن را با کشتار و اعدام و سرکوب بیشتر باید بپردازند. آقای رئیس جمهور، بهتر است تا زمانی که خودتان در مسند قدرت هستید، این دیکتاتور خوناشام را که متاسفانه با کمک دولت آمریکا و روی خون جوانان آمریکایی بر سر کار آمده است، مهار کنید و اجازه ندهید به جنایات بیشتر دست بزند که به اسم دولت آمریکا و شخص شما تمام خواهد شد. شما تنها کسی هستید که می توانید از ادامه خونریزی و به خصوص کشتار پناهندگان ایرانی در کمپ لیبرتی در عراق جلوگیری کنید و 7 گروگان را از دست او آزاد کنید. اگر شما امروز مالکی را ترد نکنید، اگر او را وادار به انجام کار درست نکنید، بدون تردید دولت‌های بعدی در مواجهه با خشم و نارضایتی مردم عراق و مردم ایران و آزادی‌خواهان در سراسر جهان به خاطر حمایت شما و دولتتان از این دیکتاتور کثیف، از ملت عراق و ملت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران عذرخواهی خواهند کرد و قطعاً این میراث خوبی برای شما نخواهد بود. حالا خب، ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت.